من وقتی که اومدم رفتم برای دانشگاه، توی دانشگاه که کار میکردم، حالا بالاخره با یه آقای آشنا شدم، تقریبا از خودم 17 سال بزرگتر بود. و بعد این که ما با همدیگه صحبت میکردیم و همینجوری حرف میزدیم و دوست بودیم، نزدیک به تقریبا دو سال با همدیگه صحبت میکردیم راجع به همه چیز، راجع به خودمون چه میدونم. و من با این آقای وارد رابطه شدم، یعنی تقریبا سه چهار ماه اول نه، فقط دوست بودیم و بعدش ما با همدیگه وارد رابطه شدیم. تقریبا دو سال با همدیگه دوست بودیم. ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟ ایرانی هستن. و چی کار میکنن در ترکیه؟ نه آقا دوستان، من وقتی ایران بودم با ایشون دوست بودم. وقتی دانشگاه بودم، توی ایران دانشگاه بودم، یعنی وقتی که 20 سالم بوده. خب اوکی. تقریبا 3-4 ماه اول نه، بعدش 2 سال با هم دیگه دوست بودیم. بعدش که من درسم تموم شد، ایشون گفتن که من میخوام از ایران برم و میخوام مثلا برم یه شهر دیگه و یه کشور دیگه زندگی بکنم، ولی هنوز تصمیمم مثلا قطعی نیست. چون خیلی سفر میرفتن و دنبال ماجراجویی بودن، گفتن که من حالا میخوام یه مدتی برم یه کشوری ترکیه بمونم و دنبال یه کاری هم بودن که من بیام، میخوام بیام اینجا زندگی کنم. ایشون یه مدت اومدن اینجا زندگی، اینجا موندن نزدیک مثلا 3-4 ماه، بعدش گفتن که من میخوام اینجا بمونم تا هم بیا پیش من که مثلا ما با هم دیگه زندگی کنیم اگه دوست داری و فلان. و من اکسپت کردم و اومدم اینجا و موندم همینجا و الان تقریبا 2 سالم هست، 2 سال و 5 ماهه که داریم با هم زندگی میکنیم. شغل و کارش چیه؟ بله، ایشون توی بازار فارکس کار میکنن، توی بازار بورس و فارکس و اینجور چیزا، بیت کوین و اینجور چیزا. آخه اون بازار خودشون آنلاینه در واقع. چه درآمدی دارن در ماه؟ درآمدشون خوبه، خوب متوسط روی به والا. خانواده شما از این رابطه خبر دارن؟ بله، مادرم خبر داره، خواهرم هم همینطور، پدرم هم خبر داره، ولی که نمیدونه که ما با هم دیگه زندگی میکنیم، ولی میدونه که ما با هم دیگه دوستیم. پدرم هم اصلا جدا شدن خیلی ساله، ولی من مامانم همینطور میدونه. بله مامانم میدونه. پدر مادر شما چه مدلی؟ مامانم زندگی میکردم قبلش مجرم. پدر مادر شما چه مدتی از هم جدا شدن؟ پدرم در من تقریبا از سال موقعی که من 16 سالم بود از هم دیگه جدا شدن، یعنی حدود 8 سال قبل. بله. خیلی خوب، شما الان از این زندگی راحت و راضی هستی؟ آقای دکتر، این آقا خیلی آدم خوبی هستن. من نمیدونم، شاید دارم اغراق میکنم، ولی به نظر میاد مثلا این آقا ممکنه با هر کسی یا با من حتی باید از دیگه دوست بشه. شانس بزرگیه که تو زندگی بهش رو کرده، به خاطر اینکه فوق همه چیز تو همیشهشون نرمال و معمولیه، حتی رو به سمت بالا تلاش میکنه برای زندگی، تلاش میکنه برای اینکه آدم بهتری باشه توی زمینه خودش، نه که از بقیه بهتر باشه. ولی آقای دکتر، من با خودم مشکل دارم، یعنی همه چیز رو به هم برمیخوره، ناراحت هم همیشه، بعد وقتا به فکر خودکشی میفتم، با اینکه مثلا ممکنه هیچ مشکلی نداشته باشم، ولی تو مخم یه چیز و انگار که تو گذشته زندگی میکنم، انگار که مثلا اگه مثلا یه چیز خیلی کوچیکی به من بگه راجع به زندگی، راجع به آینده، یا راجع به مثلا مشکل ممکنه بحث کوچیکی یا بزرگی پیش بیاد، انگار برمیگردم مثلا فکر کنم آقا بابای منه، مثلا داره به مامانم یه چیزی گفته، منم مثلا خودم میذارم جای مامانم، خیلی وقتا فکر میکنم شبیه مامانم شدم، همش خاطرات گذشته یادم میفته، مثلا انگار مثلا من یه دختر 24 ساله تبدیل میشم یه وقتی به بچه 9 ساله که درد داره، که ناراحته، که تنهاست، که بی کسه. و
خیلی من همه استیو شما تقریبا گوش دادم آقای دکتر، شاید روزی 2-3 ساعت به حرفاتون گوش میدم، واقعا میتونم بگم 2-3 ساعت هی گوش میدم مینویسم. اگه که مثلا یک کسی هم منو از بیرون ببینه یا حتی دوستای صمیمی یا غیر صمیمی، فکر میکنن که مثلا من دیگه بهتر از این نمیتونم باشم، من چقدر مثلا عاقل و فهمیدم، ولی خودم هیچ، انگار که حتی نمیتونم یه قدم کوچیک برای خودم بردارم، انگار که موندم توی خودم، درون خودم موندم و نمیتونم چیکار کنم. ببین عزیزم، اولا تو به هر حال یه مقدار اون زمینه دو قطبی بودن رو داری، یعنی بین افسردگی و شیدایی و سرخوشی، حالا خف شدید ممکنه نباشه ولی هست، ضمناً یه زمینه برای استراب و وسواس داری، اونم میشه به راحتی دید، ولی هنوز تیپ شخصیتی تو رو خیلی مطمئن نیستم چه هست، یعنی کاملا پیداست که اون چی که در زندگی کودکی تو بوده بدجوری تو رو به هم ریخته و آسیب زده، بسیار سخت و سنگین و احتیاج به یه کمک داره. اینکه در اونجا بتونی با یه روانشناسی کار بکنی نمیدونم، یعنی هست یا نیست، و بعدم شاید احتیاج به کمک دارویی داشته باشه. حالا سوالی که ازت دارم اینه که اون آقا چند اندازه از تو و از زندگی با تو خوشحال و راضیه و میخواد این وضعیت رو نگه داره؟ خیلی خیلی زیاد، به جز این که فکر میکنم مثلا من گریه میکنم خیلی، یا مثلا چرا خیلی دوست داره به من کمک بکنه، بعد خیلی هم منطقیه، خیلی جا بالاخره حالا سنش از من بیشتر، خب خیلی و فکر میکنه همه چی باید با دید منطق بهش نگاه بکنه، دلش میخواد صحبت بکنه راجبش، دلش میخواد کمک بکنه، ولی خب تو هم که مشکلی نارید، هم دختره برن باهوشی هستی و هم توانایی برای گفتگو رو داری، بنابراین چرا آی دکتر میدونید من خیلی 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 زیاد خستم و انگار توی مامانم موندم، نه مثلا مادرم بوده دلم میخواد هنوز مثلا یه وقتی مثلا باشه عرفی برم بگیم میگم مامان چرا این کار کردی با ما، مثلا آقای دکتر مثلا مامانم نمیتونست با بابام طرف بشه، خب من خواهرم رو کتک میزد، مثلا میگفت من از شما متنفرم، حالم ازتون برمیخوره، خواهرم اون نفرین های وحشت نفهمیدم، نه نفرین رو کاری نرم، بنابراین مادر هم شما رو کتک میزد؟ بله خیلی شدید. حالا میشه فهمید اختلال شخصیتی کجاست عزیز؟ یعنی حالا ببین عزیز، احتیاج به کمک جدی و حرفه‌ای داری و دارو میخوای، من یک دیپرشن رو که داری، یعنی افسردگی و شیدایی که حتما هست، ولی همراه با اون یه مقدار علائم شخصیت بوردرلاین رو هم نشون میدی، یعنی شخصیت ناپایدار، و به هر حال اگر این آقا ازت مواظبت و مراقبت میکنه، اگر او تو رو دوست داره و کمکت میکنه، از او کمک بگیر و ازش بخواه که حتی تلفنی هم که شده با ایران با یه روانشناس خیلی خیلی خوب خانم گفتگویی داشته باشی، ببینی به کجا میرسی و الا میتونی مسئله و مشکل پیدا کنی و من نگرانتم، بدون دارو و بدون روانشناس نمیتونی ادامه بدی، و فقط مبادا بچه دار بشی که اگر این موقع داشت صاحب فرزندی بشی گرفتاری است، ولی امیدی هم من به پدر و مادرت رو ندارم که بشه روی اونا حساب کرد، بنابراین این آقایی که هست ازش مادام که با تو خوب است و معقول و منطقی است ازش کمک تو بگیر، ولی بخواه که با یه روانشناس و یه روانپزشک رو در ارتباط بگذاری، روانپزشک رو در ترکیه هم میتونی بگیری که به دارویی بدن، بعد از اینکه تشخیص روانشناس ایرانت قطعی شد او رو به دکتر بگو، خودت هم که دو جلسه ای برو، به زبان انگلیسی هم میتونی باشون صحبت بکنی، دارو بگیر عزیز، دارو میخوای، کار روان درمانی میخوای، فعلا هم همونجا باش و بمون. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی فکر میکنم حرفم رو زدم و بنابراین خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. مرسی، خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم. مرسی عزیزم، مواظب خودت.